بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما شاگردان عزیز. امیدوارم که سالم و تندرست و صحتمند باشین و آمادگی عام و تام داشته باشین برای شروع جلسه 21 از فیزیک صنف 10. در جلسه قبلی ما شما در رابطه به منشور و موضوعات مرتبط به منشور خواندیم. به این جلسه انشاءالله و تعالی چندین موضوع متفاوت میخونیم که شروع درس ما و شما از بحث رنگین کمانه. اگر بعد از بارندگی آفتاب شه و آفتاب چکار شه؟ دیده بشه، هوا آفتابی بشه، در هوا قطرات باران معلقی وجود داره. وقتی آفتاب بتابه بالای این قطرات معلق باران، اینا به مثل منشور عمل میکنه و نور چکار میکنه؟ تجزیه میکنه و تجزیه میکنه به مو هفت رنگ که به جلسه قبلی خدمت شما گفتین. پس خیلی ساده، اگر بعد از بارندگی آفتاب بشه و نور آفتاب تحت یک زوی به قطرات معلق باران بتابه، چکار میشه؟ این قطرات باران نور آفتاب رو تجزیه میکنه به او هفت رنگ که نور از او تشکیل شده و به این ترتیب رنگین کمان به وجود میآید. ما شما به این سلاید میبینیم که نور خورشید تحت یک زاویه خاص به قطرات معلق برخورد میکنه و بعد چکار میشه؟ نور خورشید رو تجزیه میکنه. سوال داریم آیا نور سفید در تیغه شیشه ای تجزیه میشه؟ به شرط ای که اگر ضخامت تیغه شیشه ای زیاد باشه، نور سفید بله تجزیه میکنه به اون رنگایی که تشکیل شده. اگر ضخامت شیشه کم باشه، پس در اون صورت تجزیه نمیشه، نور سفید داخل میشه و دوباره هم چکاره؟ وقتی خارج میشه دوباره سفید به نظر ما و شما میرسه. پس به چی ارتباط داره؟ به ضخامت شیشه. ضخامت زیاد بود بله تجزیه میشه، اگر ضخامت کم بود تجزیه نمیشه و دوباره به اون سفیدی به نظر میرسه. عنوان بعدی داریم انعکاس کلی در منشور. انعکاس کلی شکل انتباه شما به سلاید میبینیم. اگر شعای نوری از وجه قایم وارد منشور بشه، از وجه، وجه یعنی طرف، وقتی ما شما منشوری داشتیم شکل چی داشت؟ شکل مثلث قایم و زویه. از یک ضلع قایم نور وارد بشه، برخورد میکنه به ضلع مقابل و دوباره انعکاس میکنه به داخل، پس این میشه انعکاس کلی. به این شکل ما شما چی دارین؟ یک مثلث قایم و زویه، یعنی این منشوره که شکل مثلث قایم و زویه داره. این قسمت زاویه قایم، پس این میشه وجه قایم، وجه قایم. نور از یک از این وجه های قایم چکار بشه؟ تحت زاویه 90 درجه داخل بشه. وقتی نور تحت زاویه 90 درجه وارد منشور شد، به ضلع مقابل برخورد میکنه. وقتی به ضلع مقابل برخورد کرد، دوباره چکار میشه؟ به داخل خود منشور منعکس میشه. پس این میشه انعکاس کلی در منشور، یعنی از منشور خارج نمیشه. تحت زاویه 90 درجه تبید و مثلث را نظر به زوایای داده شده میبینیم که مثلث قایم الزاویه و دو زاویه دیگه هم 45 درجه و نتیجه این میشه که مثلث قایم الزاویه متساوی و ساقین. قایم الزاویه که دو ساق یا دو ضلع با هم چه کاره؟ برابره. اگر قاعده منشور مثلث قایم الزاویه و متساوی و ساقین باشه، مثل شکلی که ما و شما قبلا دیدیم، به آن منشور انعکاس کلی گفته میشه. یعنی هر وقت که ما منشوری داشتیم قاعده و مثلث قایم و زاویه متساوی و ساقین بود. متساوی و ساقین از دو طریق ما و شما میتونیم بشناسیم. وقتی زاویه ها رو داده بود 90، این زاویه رو داده بود 45 و این زاویه رو هم داده بود 45، پس 90. وقتی دو زاویه مساویه، از لای روبروی اینا هم مساویه، هم این زاویه 45 ضلع مقابل، این زاویه هم 45 ضلع مقابله، در مقابل زوایا مساوی، از لا مساوی قرار داره. پس مثلث قایم الزاویه که دو ضلع مساویه، پس میشه مثلث قایم الزاویه متساوی و ساقین. اگر قاعده منشور مثلث قایم الزاویه متساوی و ساقین باشه، به اون منشور میتونیم بگیم منشور انعکاس کلی. در همین او منشورها ضریب انکساری و در حدود 1.5، یعنی نزدیک به 1.5 قطعی نیه،
و زاویه بحرانی در آنها حدود 42 درجه است. از این منشور در ساخت پریسکوب استفاده میشه و همچنین به جای آینه مستوی در دوربین های منشوری هم از اینا استفاده میکنن. پس کاربرد زیاده داره اینو منشورها. موضوع بعدی سطوح انکسار کننده کروی. هرگاه یک جسم روشن در مقابل یک سطح کروی شفاف قرار داشته باشه، در اثر انکسار نور توسط سطح کروی تصویری از جسم تشکیل میشه که رابطه بین فاصله جسم و تصویر تا سطح کروی قرار زیل میباشه. ان یک بر پی مثبت ان دو بر کیو مساوی به ان دو منفی ان یک بر آر. ان یک ضریب انکسار اولی، ان دو ضریب انکسار دومی، پی فاصله جسم، کیو فاصله تصویر و آر هم میشه شعاع انحنا. هر یک به سالات چه کار کرده؟ معرفی کرده و شما باید اینا رو بشناسید. ان یک ضریب انکسار اول، ان دو ضریب انکسار دو، پی فاصله تصویر، کیو فاصله پی فاصله جسم، کیو فاصله تصویر و آر شعاع انحنای. و از این فرمول یک سوال کار میکنیم، فرمول یادداشت میکنیم و سوالی که داده ان یک بر پی مثبت ان دوی بر کیو مساویه به طرف بعدی ان دو منفی ان یک بر آر. اجزار برای شما من معرفی کردم، زمینی که به پی سلایدم دیدی معرفی شده یه. و سوالی که داریم سطح کروی شفافی با ضریب انکسار 1.5 و شعاع انحنای 15 سنتی در هوا قرار داره. ضریب انکسار هوا 1 در نظر گرفته میشه. هرگاه جسم در فاصله 60 سنتی قرار داشته باشه، فاصله تصویر تا سطح کروی پیدا کنیم. جزئیات که داده یادداشت میکنیم، ضریب انکسار او جسم بوده 1.5، او جسم جسم دومیه چون هوا اولیه، پس ضریب انکسار جسم گفته 1.5 و شعاع انحنا 15 سنتی، شعاع انحنا آر بزرگ 15 سنتی. دیگه جزئیات که داده، اگر جسم به فاصله 60 سنتی قرار داشته باشه، فاصله جسم پی 60 سنتی و بحث بعدی ان یک رو داریم که ضریب انکسار هوای و یک. از ما و شما چی خواسته؟ کیو فاصله تصویر خواسته که ما و شما دریافت کنیم. خب فرمول خوردتر می نویسیم و شروع می کنیم به کار کردن سوال. ان یک بر پی مثبت ان دوی بر کیو مساویه به ان دو منفی ان یک بر آر. ما و شما چی رو دریافت کنیم شاگرد عزیز؟ بحث کیو. پس میتونیم کیو رو همال به این طرف قرار بدیم، این انتقال بدیم به اون طرف، کار ما و شما ساده بشه، یا قیمت گذاری کنیم. بعدی ها عوض ان یک گفتیم ان یک ضریب انکسار هوای یک، فاصله جسم داده چند سنتی؟ پی 60 سنتی، 60 مثبت. ان دو 1.5، کیو قیمت رو نداریم فاصله تصویر، مساوی به ان دو 1.5 منفی ان یک 1. آر شعاع انحنا رو با ما داده 15 سنتی. ما باید این کیو پیدا کنیم. پس انمیال خیلی راحت 1/60 که علامه نداره مثبته انتقال میدیم به این طرف. پس 1.5 بر کیو مساویه به 1.5 یک کم شه میشه 0.5 بر 15. انتقال داریم به اون طرف منفی 1/60. میتونیم این کم تغییر وارد کنیم تا یک علامه اشاری رو از بین بره. 1.5 بر کیو فعلا خوده به خونه به صورت یک خونه علامه اشار وجود داره. به خاطری که بتونیم اون علامه اشار از بین ببریم، صورت رو مخرج ضرب ده میکنیم چون یک خونه اشاریه وجود داره. صورت که ضرب ده کنیم میشه 0.5 ضرب ده، تبدیل میشه به خود 5. مخرج ضرب ده کنیم میشه 150.
من فی یک بر شست. این قسمت فعلا باشه با حالت عشری. این نگاه گفتیم شاگرد عزیز چه کار میکنیم؟ چون ما مایم علامه عشار از بین ببریم. علامه عشار چند خونه عشریه داریم؟ یک خونه. پس به این قسمت گفتیم که صورت و مخرج ضرب چی بشه؟ ضرب ده بشه. این که شد پنج، پونزه ضرب ده شد صد و پینجا. بین این دو یک مخرج مشترک میگیریم. پس یک عشار پنج بر کیو، یک عشار پنج بر کیو مساویه به مخرج مشترک بگیریم بین این دو 300 مخرج مشترک بگیریم، چون به هر دو تقسیم میشه. 300 به 150 میشه 2، 2 ضرب 5 10 منفی 300 به 60 5، 5 ضرب 1 5. ادامه سوال بی قسمت. 1.5 بر کیو فعلا به او کار نداره که 1.5 تبدیل کنیم. 1.5 بر کیو مساویه به 10 منفی 5، 5 بر 300، 5 بر 300. میتونیم یک مرحله چکار کنیم؟ این اختصارم بکنیم تا اینکه باز کارم آسان تر بشه. پس 1.5 5 6 5 30 میشه 1 بر 60. 1.5 بر کیو مساوی به 1 بر 60. 6 اختصار شد، صفری هم داشتیم. اگر طرفین وسطین کنیم، 1 ضرب کیو خود کیو، 1.5 ضرب 60 یا 60 ضرب 1.5، صفری و با اشار خلاص. پس جواب میشه 6 ضرب 15 و 6 ضرب 15 هم میشه چی؟ 90. پس کیو مساوی به 6 ضرب 15 میشه 90 واحدی هم بوده سانتی متر. خیلی کوتاه دوباره میگه قیمت هر کدوم سر جای نوشتیم. زری به هوا 1 1 بر 60 انتقال دادیم او طرف. اینا N2 1.5 N1 1، فقط قیمت ها سر جای قرار داده شد. انتقال دادیم او طرف شد منفی 1 بر 60. علامه اشار ضرب 10 کردیم از بین رفت، شد 5 بر 150. مخرج مشترک گرفتیم 300 و ساده کردیم. مخرج مشترک تقسیم به هر مخرج کردیم، مخرج مشترک تقسیم به هر مخرج کردیم، حاصل هرچی شد با صورت ضرب کردیم به این قسمت هم به این قسمت هم. یک مرحله اختصار سازی فعلا خود طرف انوستین کردیم. 1 ضرب کیو کیو 1.5 ضرب 60 صفر ازی با خونه اشار خلاص. پس میشه 6 ضرب 15، جواب هم میشه چی؟ 90 واحدی و هم سانتی متر بود. و موضوع بعدی که دارن بحث عدسیه هایه. عدسیه ها تعریف میکنین، انواعی داره و هر یک خصوصیات داره، انشاءالله تعالی میکنین. عدسیه ها اجسام شفافی هن که از دو سطح کروی تشکیل شده. بعضی از آنها یک سطح کروی و یک سطح مستوی تشکیل شدن و دو نوستن، یک عدسیه مؤدب و دیگر عدسیه مقعر. ما شما شکل عدسیه را میبینیم که به روی محور اصلی قرار داره و ما شکل رسم میکنیم و اجزایی که نیاز به معرفی داره خدمت شما معرفی میکنیم. عدسیه ها از دو سطح کروی یا میتونه باز تفاوت های هم در اونها ایجاد بشه، باز دسته بندی بشه، که بعض عدسیه ها به صنف هفتم هم به صورت مختصر خونده بید. این میگن محور اصلی. محور چی؟ اصلی. عدسیه که ما شما فعلا به روی سلاید میبینیم به این حالت رسم شده و دو مرکز انحنا داره. یک مرکز انحنا سی یک و مرکز انحنای بعدی سی دو. دیگه جزئیات دیگه به وسط عدسیه یک نقطه وجود داره که به اون میگن مرکز نوری. این فعلا میشه یک نوعی از عدسیه. بعد ما گفتیم عدسیه به دو دسته بندی میشه، عدسیه مؤدب و عدسیه مقعر. نظر به تعریفی که گفتیم، از دو قسمت کره ساخته شده. فعلا یک عدسیه چیه؟ مؤدبه. این خطی که روی عدسیه قرار داره میگن محور اصلی و دو تا مرکز انحنا داره و به وسط عدسیه هم یک نقطه وجود داره که میگن مرکز نوری. عدسیه رو گفتیم به دو نوع میباشه. یک عدسیه مؤدب، قسمت وسط عدسیه ها نسبت به اطرافی و چکار زخیمتره و دبلتره. وسطی و
دبلتره. و زمانی که دسته شعای نوری طور موازی به او بتابه، بعد از انکسار به همدیگر نزدیک میشه. به همین دلیل ای عدسیار میگم متقارب. متقارب یعنی نزدیک کننده. قسمت وسط یا چکاره؟ زخیمتره. شکل ما شما رو تخته دارین. قسمت وسط یا زخیمتر، اما اطراف یا ای دو کنار یا دو طرفی رو کم کم باریک میشه. اگر شعای نوری چکار بشه؟ به این عدسی ها به طور موازی بتابه، به طور موازی با محور اصلی. وقتی شعای نوری موازی به محور اصلی تابید چکار میشه؟ بعد از این که از عدسی خارج میشه چکار میکنه؟ نزدیک میشه به هم دیگر. موازی بتابه خارج بشه نزدیک میشه، و موازی بتابه به محور اصلی وقتی از عدسی خارج بشه نزدیک میشه. پس عدسیه های معدبر، عدسیه های متقارب هم میگن. علت متقارب نامیدن اینه که بعد از این که شعای نوری خارج شد اونها رو بندگر چه کار میکنه؟ نزدیک میکنه. موضوعی بعدی عدسیه مقعر. برعکس از اونایه، معدب قسمت وسط دبل بود و زخیم، اما عدسیه مقعر قسمت وسطی و بری که بعد دو طرفی و دبل شده میره. اگر به عدسی مقعر شعای نوری موازی به محور اصلی بتابه، بعد از خارج شدن از عدسی شعای نوری از هم دور میشه، و به این ترتیب عدسیه های مقعر عدسیه های متباعد میگن، و اینا میشه چی؟ دور شونده. محور اصلی قسمت وسط عدسیه‌های مقعر باریک‌تره و اطرافی رو چکار میشه؟ زخیم میشه. اون محور اصلی و مرکز نوری و مرکز انحناء، اون جزئیات به هر دو مشترکه. اما عدسیه مقعر گفتن قسمت وسطی و نازکتر و باریک‌تر، اطرافی و دو طرفی رو میشه دبلتر، به شکل واضح دیده میشه. اگر شعای نوری موازی به محور اصلی به عدسیه بتابه، وقتی که از عدسیه خارج میشه اینا از هم دیگر چه کار میشن؟ دور میشن. و وقتی اینا از هم دور بشه، پس این چی نامگذاری میکنن؟ عدسیه معدب رو میگم عدسیه های متباعد. یعنی چی؟ عدسیه های دور کننده، چون نور وقتی از او خارج میشه چه کار میکنه؟ دور میسازه. مشخصات عدسیه ها، چون میتوانیم از دو طرف به عدسیه نور بتابانیم، یعنی تفاوت نداره از طرف چپ یا راست. لذا هر عدسیه دارای دو مرکز انحنایه، دارای دو محراقه، یک محور اصلی و یک مرکز نوری. اونایی که دو تایه چیه؟ یک میشه چی؟ یک میشه مرکز انحنا و دو تا محراق. دو مرکز انحنا، دو محراق، یک محور اصلی و یک مرکز نوری که به شکل نقطه قرار داره. محراق عدسیه، هرگاه دسته شعای نوری موازی به محور اصلی به عدسیه بتابه، خب منکسره آن یا امتداد یافته منکسره. منکسره در عدسیه معدب، یعنی فقط چکار میشه؟ نور کج میشه، انکسار یا کسر میکنه. یا امتداد یافته منکسره، باز امتداد یافته منکسره میشه در عدسیه مقعر، در یک نقطه متمرکز میشه و همدیگر قطع میکنه، که این نقطه میشه چی؟ محراق. نظر به شکلی که ما شما به سلاید میبینیم، او به عدسیه چی کار شده؟ به عدسیه معدب کار شده. محور اصلی و بر روی محور اصلی چی قرار میدین؟ یک عدسیه فعلا معدب. وقتی شعای نوری موازی به محور اصلی به عدسیه بتابه، وقتی از عدسیه خارج میشه عدسیه معدب گفتیم چی؟ متقارب. اینا که وقت جمع چکار میشه؟ شعای نوری وقتی از عدسیه معدب خارج میشه به یک نقطه جمع میشه، موازی داخل شه به یک نقطه جمع میشه، موازی داخل شه به یک نقطه جمع میشه. همین نقطه‌ای که شعاع جمع شد چکاره؟ این میگه محراق. و حرف چی نشون بدیم؟ F. هر عدسیه دو محراق، دو مرکز انحناء. اگر بیایم عدسیه مقعر در نظر بگیریم،
عدسیه مقعر قسمت وسطی و باریک و نازک، اما قسمت اطرافی چه کار میشد؟ زخیم میشد و دبل. اگر شعاع نوری به یه عدسیه بتابه چه کار میشه؟ انکسار میکنه، به این کسر کرد و به اون طرف عدسیه خارج شد. اما اگر موازی بتابه دوباره برگشت میکنه، موازی بتابه دوباره برگشت میکنه و بازم موازی بتابه دوباره برگشت میکنه و همه برگشت شده ها اگر به عقب امتداد بدیم در یک نقطه جمع میشن و همین نقطه عبارت از چیه؟ محراقه. در عدسیه مؤدب خود انکسار یافته ها هم دیگر قد میکنه. در عدسیه مقعر شعاع منکسر شد، منکسرار امتداد دادیم به عقب، اینا چه کار کرده؟ هم دیگر قد کرده. به این ترتیب محراق در عدسیه مؤدب و مقعر بشناختیم. محراق در عدسیه مؤدب حقیقیه، حقیقی و مجازی از کجا شناخته میشه؟ اگر شعاعی منکسره هم دیگر قد کرد، حقیقی. اگر شعاع منکسره قد نکرد بعد اونا رو امتداد دادیم، امتداد یافته های شعاعی منکسره قد کرد، میشه مجازی. موضوعی بعدی میشه قاعده شعاعی نوری. این میگذاریم به جلسه بعدی. اما قبل از این عدسیار ما و شما به دو دسته دسته بندی کردیم. مؤدب، مؤدب میتونین به انواع متفاوت دسته بندی کنیم، به همین ترتیب مقعر. عدسیه مؤدب هر دو طرف مؤدب باشه میشه مؤدب الطرفین، هر دو طرف مؤدب. یک طرف مؤدب باشه یک طرف صاف، مؤدب مستوی. اگر یک طرف مؤدب باشه طرف بعدی مقعر، مؤدب مقعر. مؤدب الطرفین، مؤدب مستوی، مؤدب مقعر. عدسیه مقعر هم به این شکله، قسمت وسط باریک، این میشه مقعر و طرفین، هر دو طرف مقعر. اگر یک طرف مقعر بود طرف بعدی مستوی، پس میشه مقعر مستوی. و اگر یک طرف مقعر بود و طرف بعدی مؤدب، پس این میشه چی؟ مقعر مؤدب. اینا هم به میسه دسته بندی شد. اینا هم مؤدب الطرفین، مؤدب مستوی، مؤدب مقعر. اینا را اگرچه به صنف هفتم شما خونده بودیم، بازم یادآوری کردین. انشالله به جلسه بعدی قاعده شعای نوری از بحث عدسی ها خدمت شما انشالله و تعالی ارائه میکنیم. و شاگرد عزیزی بود، موضوعاتی که ما شما به این جلسه خوندیم چندین عنوان و چندین نکته، موضوعات ساده بود، فقط هم یک فرمول امروز ما شما خوندیم و سوال هم از او کار کردیم و به این ترتیب رسیدیم به پایان جلسه 21. تا جلسه بعدی که خدمت شما قرار میگیریم، شما رو به الله پاک و منان میسپاریم.